در سال 1992 ماهواره‌ها بر فراز محدوده‌ای در عمان امروز تصاویری را ثبت کردند که زمینه‌ساز بحث‌های طولانی درباره شهری اساطیری شد. سرزمینی که به روایتی ساخته جنیان و در روایت دوم محل سکونت غول پیکران بوده. شهری که هم در کتاب مقدس مسلمانان ازش یاد شده و هم در نوشته‌های تخیلی لاوکرافت، نویسنده داستان‌های ترسناک. سرزمینی که لورنس عربستان هم در پی پیدا کردنش بود. هر زمان بحثی از اساطیر و روایت‌های ایران باستان میشه و در کنارش به روایتی اسلامی میپردازیم. بخشی از نظراتی که ثبت میشن نشون میده برای تعدادی از همراهان کانال اسلام و عرب یکیه. حتی تصورشون از عرب و تمدن عرب محدود به توصیفاتیه که رهبران و علمای اسلامی از مردم عرب در دوره پیش از ظهور اسلام داشتن. افرادی نه چندان صاحب فرهنگ و تمدن که با ظهور اسلام پیشرفت کردند، در حالی که با اندکی جستجو هم میشه پیشینی فرهنگ و تمدن غنی مردم عرب رو در دوره پیش از ظهور اسلام پیدا کرد و هم متوجه شباهت‌ها و ارتباط اونها با تمدن ایران باستان شد. دانسته هایی که بر اساسشون شاید بتونیم برای محدوده سرزمینی خودمون این نظریه توطئه تازه رو مطرح کنیم که چه کسانی نمیخوان مردم سرزمین های خاورمیانه متوجه اشتراکات باستانی خودشون بشن و برای این کار از هیچ توطئه‌ای برای ایجاد اختلاف و دشمنی بین مردم بخش های مختلف این سرزمین کوتاهی نمی کنند. پس دفعه بعد که فردی درباره برتری ایرانیان باستان به مردم عرب صحبت کرد، بهشون یادآور بشین که هر دو دسته یک ریشه دارن و از تمدنی باستانی میان که در یک باور هزاران سال پیشتر از اون چه در تاریخ رسمی ازش صحبت میشه، مرکزش جایی در محدوده خلیج فارس امروز بود. بخشی از نظریات درباره این تمدن پنهان رو پیش از این مرور کردیم و خلاصش اینطوره که تجربه اکتشافات در محدوده‌ای در جنوب میانرودان اینطور بود که وقتی حفاری در محدوده‌های باستانی به عمق مشخصی میرسید، آب از لایه‌های زیرین زمین بالا میزد و نه تنها مانع پیشرفت حفاری‌ها میشد، بلکه یافته‌های باستانی در این محدوده رو هم میپوشوند. و بیم اون میرفت که این سازه ها به تدریج با جریان آب تخریب بشن. نتیجه این بود که فعالیت های اکتشافی در این محدوده ها متوقف شد. در میانه این بحث شاید بد نیست نظریه توطئه‌ای رو هم یادآور بشیم که بر اساسش منابع آب محدوده خاورمیانه به عمد در حال خشک شدن هستند. در بحث امروز هم میشه این نظریه رو بس بدیم به اینکه با خشک شدن منابع و کم شدن از حجم آبهای زیرزمینی احتمالاً زمینه آغاز دوباره فعالیت‌های اکتشافی در محدوده‌های نزدیک به خلیج فارس فراهم میشه، جایی که به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های نیروهای ماورایی در عصر باستان معرفی میشه و حتی حضور نیروهای خارجی در محدودش بیش از اینکه به منابع نفت و بحث‌های استراتژیک ربط داشته باشه، برای این بوده که بتونن به مراکز اصلی نیروهای باستانی نزدیک بشن. بخشی از روایت‌های مذهبی در ادیان یکتاپرست در شرح عذاب‌هایی که خدای یکتاشون بر مردمی نازل کرده که حاضر به پرستشش نشدند. روایت لوط پیامبر، برادرزاده ابراهیم پیامبر و شباهت‌های حمله الهی به مردم سرزمینش به یک حمله اتمی رو پیش از این مرور کردیم. در روایت امروز به سراغ سرزمینی میریم که در روایت‌های اسلامی از مردمش تحت عنوان عاد به رهبری فردی به اسم شداد یاد شده. خدای یکتاپرستان برای مردم عاد پیامبری به اسم هود رو میفرسته. اون به سراغ شداد میره و درباره بهشتی بهش وعده میده که در صورت رعایت اوامر خدای یکتای هود نصیبش خواهد شد. واکنش شداد به عنوان پادشاه سرزمینی آباد و پیشرفته این بود که توصیفات بهشت وعده داده شده رو میپرسه و طرح شهر تازه‌ای رو بنا میذاره که تمام این توصیفات شاملش بشه. از ستونهای طلاکوب زرین ساختمانهاش تا نهرهای شیر و عسل و مرواریدهایی که در کف جویهای آب ریخته شده بودند. حین ساخت این شهر شداد بارها با تهدیدهای خدای هود روبرو میشه ولی به کارش ادامه میده. منتها روایت مذهبی اینطوره که بعد از آماده شدن شهر و زمانی که پادشاه پایتختش رو به اونجا منتقل میکنه، خدای هود چنان طوفانی به پا میکنه که تمام شنهای بیابان بر سر خانه ها و باغهای شهر میریزه و اثری از شهر و ساکنانش به جا نمیمونه. مانند بسیاری از روایت‌های از این دست، داستان هود و مردم عاد بخشی از روایت‌های کهنی بود که مردم بومی عربستان برای هزاران سال پیش از ظهور اسلام نسل در نسل برای هم تعریف می‌کردند. یعنی روایتی که در قرآن داریم اشاره به داستانی به مراتب کهن‌تر. تنها نکتهش اینه که مردم بومی از ساکنان این شهر به این اسم یاد میکردن که ما به مردم عصر کهن ترجمهش کردیم. در توصیفشون همینطور اومده که اونها از نظر فیزیکی چندین برابر انسانهای بومی بودن. برای همین شهری هم که به اسم ارم ساخته بودن ابعادی به مراتب بزرگتر از شهرهای معمولی داشت و ستونهاش به آسمان میرسید. توصیفات ساکنان این شهر هم شباهت زیادی داره به اونچه تا امروز از نفرین و غول‌پیکرها داشتیم، کسانی که در روایت‌های مذهبی نتیجه ازدواج فرشته‌های فراری از بهشت با انسان‌ها بودند و در روایت فرازمینی‌های باستان نتیجه پیوند موجودات فرازمینی با انسان‌ها هستند و نه تنها ابعادی متفاوت از انسان‌ها داشتند بلکه توانمندی‌هاشون هم فرق داشت و در اساطیر ازشون به اسم نیمه خدایان یاد میشه. پهلوانانی که اغلب به نجات بخشان جوامع انسانی تبدیل شدند و زمین ساز پیشرفت و حیاتشون در سایه آرامش بودند. در روایت‌های بسیار کهن مربوط به شهر ارم هم افرادی غول‌پیکر که دانش و خردی به مراتب بیشتر از انسان‌های بومی داشتند این شهر رو بنا می‌ذارند. البته کمی که دربارش جستجو کنید به بحث هایی هم می رسید از اینکه شهر ارم رو دستی از جنیان ساخته بودن. همین روایت ها راهش رو به ادبیات عصر امروز باز کرده و الهام بخش این مرد از سرشناسترین نویسنده های داستان های ترسناک و ماورایی شدن. لاوکرافت نویسنده کتاب معروف نکرونومیکون که در دوره‌ای به عنوان کتاب سحر و جادو معرفی میشد ولی خود نویسندش همیشه تاکید داشت که داستانی تخیلی نوشته. هرچند حتی امروز هم میتونید کسانی رو پیدا کنین که روایت‌های لاوکرافت رو به عنوان بیان واقعیت‌ها در زیر لایه‌های تخیلی میدونن و باور دارن که اون در آثارش بخشی تاریک و فراموش شده از حیات بشر رو به تصویر کشیده. اون در یکی از آثارش از شهر ارم هم یاد میکنه و اون رو محل تأسیس فرقه‌ای به این اسم میدونه که نامش رو از ایزدش یعنی کتولو برداشته. ظاهرا ایزدشون هم شبیه یک اژدهای سبز با سری همانند اختاپوس و پوستی پولک مانند توصیف شده که مثل انسان دست و پا داره و 2 بال هم بر شانه هاشه. از سر اختاپوس مانند این ایزد که صرف نظر کنیم بقیه توصیفاتش خیلی شبیه موجوداتیه که در مرور نظریات دیوید آیک ازشون به اسم رپتیلیان یاد شده، کسانی که در باور آیک با تغییر شکل تونستن در ابعاد مختلف حیات بشر در زمین نفوذ کنن و کنترل جامعه انسانی رو در دست داشته باشن. البته در صورتی که تازه با ما همراه شدین حتما ویدیوهایی رو هم که به نظراتی متفاوت از آیک اختصاص دارن ببینید. به این صورت که در نظریه دوم کسانی که ازشون به اسم اژدها در اساطیر یاد میشه و در باور آیک رپتریان ها بودن، مردمان بومی زمین پیش از ظهور یا مهاجرت آریایی ها بودن. این بحث رو درباره دیوها در اساطیر ایران هم دنبال کردیم و این احتمال که شاید کسانی که به اسم دیو در شاهنامه معرفی میشن مردم بومی محل در برابر آریایی های مهاجمی بودن که سعی داشتن سرزمینشون رو اشغال کنن. کسانی که ظاهری درشت‌تر و دانشی پیشرفته تر داشتند و برای همین نه تنها به زور بازو بلکه به تسلطشون بر سحر و جادو هم معروف بودند. به بحث شهر ارم که برگردیم، در صورتی که بحث‌های حاشیه‌ای کتاب‌های لاوکرافت رو دنبال کردین احتمالاً با این برداشتم آشنایین که اون ماجراهای کتاب خودش رو با الهام از کتاب اصلی نکرونومیکون نوشته و اون کتاب اصلیه که به سحر و جادو اختصاص داشت. در بحث‌های شهر ارم اینطور مطرح شده که نویسنده کتاب اصلی نکرونومیکون اون رو در شهر اصلی و واقعی ارم نوشته و بعدها تدوینش رو جایی در سوریه امروز تکمیل کرده. این کتاب بحث برانگیز هم در فهرست ویدیوهای بعدی ما هست و حتما همراهمون باشین تا بحث‌های مربوط بهش رو یک روز با هم مرور کنیم. در سال 1973 و زمانی که حفاری‌های اکتشافی در بخش‌های مختلف محدوده میان رودان و کشورهای همسایه در جریان بود، آثاری از یک شهر باستانی در نزدیکی حلب امروز در سوریه پیدا شد. شهری که به این اسم ازش یاد میشه و قدمتش به هزاره سوم پیش از میلاد مسیح میرسه. بخشی از یافته‌های باستانی در این شهر مجموعی از 15000 لوح روسی بود که بخشیشون به ثبت مراودات و شرح تجارت مردم ابلا با ساکنان سرزمین‌های مختلف اختصاص داشت و یکی از این سرزمین‌ها شهر ارم بود که نشون میداد این شهر تنها مکانی اساطیری نیست و در دنیایی که میشناسیم واقعاً وجود داشته. البته تلاش‌ها برای پیدا کردن این شهر اساطیری از مدت‌ها پیش از پیدا شدن این الواح شروع شده بود. در سال 1930 دیپلماتی بریتانیایی به این اسم که به عادت بیشتر دیپلمات‌های بریتانیایی در اون زمان به اکتشاف و حفاری‌های باستانی هم علاقه داشت، در سفری به عربستان با یکی از بومیان هم صحبت میشه و ازش درباره شهری میشنوه که جایی در بیابان ربع الخالی پنهانه. شهری بی نهایت زیبا با سازه‌های عظیم که ستون‌های زرین از جنس طلا دارن و کف پیاده‌روهاش از مروارید و جواهرات ارزشمند بی‌نظیره. این توصیفات به حدی برای توماس جالب بود که پا به راه میذاره و در جستجوهاش برای پیدا کردن این شهر در بخش‌های مختلف ربع الخالی تبدیل میشه به اولین فرد غربی که تونسته از کل این بیابان وسیع عبور کنه. ربع الخالی محدوده وسیعی رو در جنوب شرق شبه جزیره عربستان شامل میشه و در خاک کشورهای عربستان، یمن، عمان و امارات متحده عربی کشیده شده. با اینکه تلاش‌های برترام توماس برای پیدا کردن شهر رویاییش بی نتیجه بود، یکی از همراهانش که اون هم دیپلمات بود و باز علاقه‌مند به باستان شناسی و اکتشاف وارد عرصه شد. نام این مرد رو به احتمال زیاد هممون شنیدیم، توماس ادوارد لورنس، که به حدی در دنیای تازهش غرق شده بود که بهش عنوان لورنس عربستان رو دادن. اون که در میانه جنگ جهانی به عنوان دیپلمات به عربستان رفته بود، در مقابله با تهاجم عثمانی که متحد آلمان بود به یاری رهبران عرب رفت و همزمان خودش رو با زبان و فرهنگ اونها هم آشنا کرد. فعالیت‌های اون در متحد کردن قبایل عرب علیه حکومت عثمانی به حدی اهمیت داره که بیشتر بحث‌ها درباره فعالیت‌هاش رو به خودش اختصاص میده و کمتر کسی به این میپردازه که لورنس با شنیدن توصیفات شهر افسانه‌ای که در میانه ربع الخالی پنهانه در پی پیدا کردن این شهر بود. اون از شهر افسانه‌ای مد نظرش به اسم آتلانتیس در میانه شنها هم یاد کرده و طرحی برای پیدا کردنش داشت، ولی پیش از اینکه بتونه اون رو اجرایی کنه در پی تصادفی که با موتورش داشت کشته میشه. برترام توماس که الهام بخش لورنس برای یافتن شهر اساطیری در میان شنها بود، مسیر خودش در ربع الخالی رو هم در نقشه مشخص کرده بود، همزمان مسیری رو که به نظرش میتونست به این شهر اساطیری منتهی بشه رو هم تعیین کرده بود. این نقشه ها و نوشته های توماس به دست این مرد میرسه. اون که ازش به اسم ایندیانا جونز عصر امروز یاد میشه، جستجوهاش رو برای پیدا کردن این شهر شروع میکنه و نتیجه اولیه کارش این میشه که شهر مخفی مد نظرش وبار نام داره. اون در نهایت به مجموعه باستانی در این محدوده از عمان میرسه که ستونها و دیوارهای بسیار بلند داشت و در ابتدا قدمتی چند صد ساله براش برآورد شده بود، ولی با بررسی‌های کلب و تیمی که به همراه داشت مشخص میشه که پیشینه‌ای چند هزار ساله داره. البته نتیجه نهایی ارزیابی‌ها این بود که این مکان شهر افسانه‌ای مد نظر توماس و لورنسو کلب نیست. با پیشرفت فناوری کار کسانی که در پی یافتن ناشناخته ها در مکانهای صعب العبور بودن راحت تر شد. در سال 1992 هم در بخشی از تصاویر ثبت شده ماهواره‌ای نشانه‌هایی از یک شهر در زیر لایه‌های شن در بخشی از کویر در جنوب عمان پیدا شد. بعد از بررسی‌های بیشتر اینطور اعلام شد که اینها بازمانده‌های شهر اساطیری وبار هستند و در دوره‌های زمانی بین 2800 سال پیش از میلاد مسیح تا سال 300 میلادی مسکونی بودند. و بالاخره تازه‌ترین بحث‌ها درباره شهر اساطیری ارم به یافته‌های دکتر عبدالله سعید در سال 2004 میلادی مربوطه. اون در محدوده‌ای به این اسم متوجه دیوارهای سنگی کم ارتفاعی میشه که روی خطوط طولانی ساخته شده بودن، ولی خیلی توجهی بهشون نمیکنه تا 4 سال بعد در 2008 نه با پای خودش بلکه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای دوباره به سراغ محدوده میره. لینک خبری رو که درباره این ماجراست میتونید در بخش توضیحات این ویدیو پیدا کنید و در بخشی از اون صحبت‌های دکتر عبدالله رو داریم که توضیح میده بعد از دیدن تصاویر ماهواره این محدوده شب خوابش نمیبرده. در نهایت هم تصاویر رو به چندین باستانشناس میفرسته که بررسیشون کنن. اونها در مجموع 400 محدوده رو پیدا میکنن که در وسعت صدها کیلومتر کشیده شدن. همه این محدوده ها با دیوارهای بسیار کوتاه مشخص شدن و قدمتشون تا 9000 سال پیش برآورد شده. در مطالعات و اظهار نظرهای رسمی به ماهیت و کاربرد این محدوده ها اشاره این نمیشه، اما در برداشت های غیر رسمی ازشون به عنوان ابزار کار ستاره شناسان باستان یا زمین های کشاورزی یاد شده. هرچند این نظر رو هم داریم که دیوارهای اطراف این محدوده ها کوتاه‌تر از اونی هستن که به درد فعالیت های کشاورزی بخورن. ولی نکته مهمتر اینه که بعد از انتشار نتیجه مطالعات باستانشناسی درباره این محدوده ها در سالهای 2015 و 2017 مشخص شد که سالها پیش در 1927 باستانشناسان در محدوده اردن هم سازه های مشابهی رو پیدا کردند. تنها تفاوت یافته‌های اون زمان این بود که مردم محلی با سازه‌ها آشنا بودن و اونها رو ساخته دست همون اولدمن یا همون مردان کهن میدونستن، کسانی که شهر افسانه‌ای ارم رو هم ساختن و در برخی باورها به همراه این شهر در زیر شنها مدفون شدند. شهری که در باور یکتاپرستان شیطانی و نحس بود و در باور مردم محلی به دست اجنه یا غول‌پیکران ماورایی ساخته شده. کسانی که در دوره کهن از جایی دور که بهشت خونده شده به این محدوده اومدن و با دانش و خرد پیشرفته‌ای که داشتن نه تنها شهری به مراتب پیشرفته به وجود آوردن، بلکه در مراوده با مردم محلی زمینه‌ساز پیشرفته اونها هم شدن. سرزمینی که تصور میشه امروز در زیر شنها مدفونه، ولی همیشه کسانی از غرب برای پیدا کردنش تلاش کردند. تلاش هایی که شاید حتی امروز هم ادامه داره، ولی در سایه خبرهای جنگ و تخریب و نابودی کسی دربارشون کنجکاوی نمی کنه.